خوبی اصل سلامتی خیلی مرسی، متشکرم از دوستت. خوبی؟ تحصیلات خوش؟ ارادت فدات بشم قربونت مرسی. خب یه بکگراند از خودت بده بر اونایی که نمیشناسنت و بعد شروع کنیم به گپ و گفت در خصوص روز جهانی اقیانوسا و غواصی. بسیار عالی. اول که روز جهانی اقیانوس ها مبارک. تبریک، شاد باش عزیزم. پیشا پیش. آره دقیقا، من خودم هم امروز داشتم یه سرچی میزدم که ذره مثلا اطلاعات هم بیشتر باشه، وقتی که لایو هستیم بتونم مثلا بهتر در موردش صحبت کنم. و خیلی جذاب بود که از سال 1992، حالا برمیگردم به بک‌گراند خودم، ولی در مورد همین روز جهانی اقیانوس 92، یه هیئتی کانادایی توی برزیل اونا تقاضا دادن که بیان به اقیانوس رسیدگی کنن، چون ما از یعنی که در واقع اگر که آب ها نباشن ما هم نیستیم دیگه. و بعدا اومدن در سال 2002 تازه تونستن بعد 10 سال یه دونه چیز سازمان حفاظت از محیط زیست درست کنن. تازه 2008 سازمان ملل اوکی کرده و 2009 هم واسه اولین بار جشن گرفتن. و من اینو یادمه که ما همیشه توی چون من خب حالا برمیگردم بهش، یه مدت تو مصر غواصی میکردم، همیشه در 8 جون همه جی یه سری برنامه هستش برای اینکه برن ساحلا رو تمیز کنن، داخل آب رو تمیز کنن، یه جای خاص رو انتخاب میکنن و میرن، چون اون خودش هم یه نوع تخصصه که شما وقتی اون بگا رو پر آشغال میکنی چجوری بتونی بیای سطح آب از آب خارجش بکنی. و در واقع چیز دیگه هم که من توی این مقاله خوندم این بودش که زمان گذشته شمال اروپا میبنن مواد زائدشون رو، مواد زائد امریکا رو میریختن تو اقیانوس. بعد نمیم یه سری از این کارخونه ها و شرکت ها بودن که مواد زائدشون شیمیایی شده میریختن تو اقیانوس. خلاصه که در واقع هدفشونه که یه تلنگری بزنن به آدم ها که حواسشون باشه به تمیزی اقیانوس. و چندین و چند سال طول کشید تا سازمان ملل یونسکو در واقع بیان سازمان ملل که 2008 دقیقا 16 سال طول کشید اگه درست گفته باشم، 2008 تصویبش کردن و از سال 2009 برای اولین بار 8 جون رو جشن گرفتن. آره دقیقا از اون روز شدش که روز ملی روز جهانی اقیانوسا در واقع از اون روز استارت خورد و شروع شد. خب بسیار عالی، بسیار عالی. حالا بک‌گراندی در مورد خودت بگو لطفا. خب چند ساعت وقت داری شما شروع کن؟ برو دیگه، برو بالا منبر. بک‌گراند در مورد من، اوکی بگه از اونجا شروع میکنم که چی شد که با غواصی آشنا شدم. چون که من در واقع توی از اونجا که شما میدینی میسی و روش 20 سال انگلیس بقول خودم برای آب زندگم انگلیس بودم و بعد مدرک تحصیلی من پرتو درمانی هستش. من پرتو درمانی وقتی درسم تمام شد مدتی بیمارستان بودم، ولی خب با دنیای سفر آشنا شدم به صورت ناخودآگاه و هیچی هولوش یک سال و نیم مرتب من هر ماه سفر بودم. با این حال مثلا اونجا چند شغل داشتم و سفر میکردم، تا اینکه زد یک بار با عزیز که میدونم این خودتون، ما بالی بودیم و به صورت خیلی تصادفی داشتیم مثلا بقید این بیالم اونجا دایوینگ سنتر هستش دیگه، گفتیم بریم غواصی. جفتمونم که دنبال هیجان و نیمه کلمون درد میکنه واسه داستان، گفتیم بریم دیگه. حالا با کلی تن لرزه و فلان اینا رفتیم و واقعا من یادمه کاش عکسای اونو برات میفرستادم. واقعا یادم قشنگ من که اینجای دست معلم گرفته بودم، گفتم من نمیرم فقط تو رو خدا. بعد به خدا خلاصه خیلی هیجانم داشتیم، چون اول بردنمون توی دنیا، یعنی در واقع درستش اینه وقتی شما میخوای بری حالت اینی که فقط ببینی که اصلا غواصی چی هست باهاش آشنا بشی، اکثر جاهایی که واقعا سنترهای خوبی داشته باشن، چون خب سنترها همه در مورد این حالا صحبت میکنیم که سازمانهای مختلفی هستن که مدارک غواصی میدن. یک سری از اون مثلا من خودم پدی هستم، اونجایی که ما رفتیم باور دارم که پدی بودش و اینا اول اومدن ما رو بردن توی استخر، به ما وسایل رو به ما یاد دادن که این چیه اون چیه، توضیحات خیلی کوچیک، و بعد بهمون دادن که ما این وسایل رو امتحان کنیم، ماسکو بزنیم، رگولیتر رو بزنیم تو دهنمون، نفس کشیدن رو ببینیم به چه صورته. خب همه اینا یه تجربه جدید بود برامون. و بعد هم فردا صبحش ما رو بردن
با قایق توی آب و بعد هم که رفتیم زیر آب و بسیار خوش گذشت. یعنی هنوز که ازم میگم یادمه که واقعا میترسیدم، حتی زیر آبم که رفتم شاید هنوز ترس داشتم، ولی نمیدونم این آب چی بود که دیگه من رو در خودش گرفت. از اون به بعد دیگه معتاد شدی. آره دیگه قشنگ اعتیاد گرفتم به صورت. خب میدونی که 70% بدن ما که آب و خلاصه ارتعاشات به هم دیگه وصل شدن. بعد این در سال 2017 بود، سپتامبر 2017 که بعد یوشتا جان به سفراش ادامه داد، من رو در اونجا تنها گذاشت. من هنوز یه هفته 10 روز دیگه وقت داشتم اونجا یادمه، و بعد تصمیم گرفتم که برم واقعا این مدرک اولیشو بخونم، یعنی برم مدرک اولیشو بگیرم. خیلی خوشم، واقعا نمیتونم بگم چی بود دقیقا که انقدر منو هیجان زده کرد تو این زمینه. و شروع کردم سرچ کردن، چون رو میگم خیلی هستش جای ریزورت هایی که کلاس های مدرسه هایی که مال غواصی هستن و اینا، و بعد توی آیلند دیگه پیدا کردم و رفتم. و اولین مرحلهش از پدی، حالا بخوام بگم جدا از اینی که شما اگه بخوای بری فقط ببینی غواصی به چه صورته، یه جلسه توی ایران مثلا میدونم عرفش اینجوریه که میان به شما میگن که مثلا یه ویدیویی به شما نشون میدن در حد اینی که این وسایلی که شما میپوشین چیه، چجوری استفادهش کنین، و بعد میبرن شما رو با قایق اصولا توی آب. وقتی که رسیدین توی آب با معلمتون، شما میپرین تو آب، معلمتون دستتون رو گرفته، همه کارم برای شما انجام میده، شما فقط ریلکس باشید، لذت ببرید، نه باید بترسین نه چیزی، چون تو دست یک آدمی هستی که شغلش اینه، میدونه داره چه کار میکنه. و بعد میبرن زیر آب پلوش 15 دقیقه 20 دقیقه بستگی دیگه به کرم آدم رو داره، اونجا شما رو نگه میدارن. که البته ما این روش رو در مصر بهش میگفتیم لیپتونی، میگفتیم اینه لیپتون میکنیشون تو آب دورو درش میاریم بعد که باشه یه تجربه ای باشه. اما مدرک اولش که بهش میگن اوپن واتر، که بهت اجازه میدی که تا 18 متر بری و خودت یعنی شما یه گاید مثل یه لیدر داری که راه رو بلده، حواسش به شما هست، ولی شما خودت مسئول خودت هستی، خود مسئولی هست که هوا توی مثلا اضافه کنی کم کنی توی بی سی دی نمیدونم همه این چیزا، اگه مثلا ماسکت کثیف شد خب چون همه اینا رو بهت یاد میدن. در 3 روز به شما یاد میدن که چجوری خودت بتونی از پس خودت زیر آب بر بیای، و بعدش دیگه میشه تمرین. این مدرک اولش هست که من میگم موندم بالی و بعد 3 روزم این کارو کرد، یعنی این کارو 3 روز. واقعا هر روز باور نمیکنی من در اون زمان صبح زود بیدار میشم، ولی اینی که تا بخوام از جام تکون بخورم دوست دارم پاشم مثلا چایمو بریزم، خیلی ریلکسم، خیلی دوست دارم ریلکس باشم. بعد تا برسم مثلا سر کار یا دانشگاه، اون موقع مثلا میدیدی اگه دانشگاه مثلا 8 شروع میشه من مثلا 8:30 میرسم، 8:30 میرسیدم. برای این قواسی به خدا قسم 7 صبح باید سنتر می بودم. من بهت بگم مثلا 6:45 من تو سنتر نشست، 6:40 بعضی اوقات نشستم. اینا اشتیاق داشتی؟ اصلا حالم بد بود براش، نمیدونم چرا یعنی ناخودآگاه بیدار می شدم، ناخودآگاه برای اون تایم آماده بودم، اینجوری بود دیگه. بعدش هم که این مدرک بس، یعنی استارت از بالی خوردش، اونجا در واقع علاقه من شدی، دورش رو گذروندی، دوره اوپن واتر رو، و بعد چه دوره هایی رو دیگه گذروندی و چجوری شد که اصلا وارد بازار کار شدی؟ حتما. ببین زمانی که من این 3 روزی که توی بالی بودم و داشتم مدرک غواصی رو میگرفتم، اگر چی که اینو بگم من از یعنی یادم میاد از دوران بچه که همیشه دوست داشتم زیرابی برم، یعنی از درف زیرابی رای خوبی بودی. خیلی دوست داشتم همیشه. بعد دیگه تا شد همین این 3 روزی که اونجا بودم، تو اون مدت وقتی که توی این سنتر بودم یا دیدم که خب معلمایی که هستن، اولی که اونا همشون فرانسوی زبان بودن،
دارن غواصی میکنن، غواصی یاد میدن و اونجا زندگی میکنن و ازشون شروع هم سوال کردن که خب به چه صورته، چون من دنبال یه شغلی بودم که بتونم باهاش سفر کنم. یعنی یکم سخت بود، مثلا باید 3 هفته 4 هفته 5 هفته کار کنی پولتو جمع کنی، خب هزینه های جایی که داری زندگی میکنی هست، هزینه های سفر هم هست، بعد سفر کنی دوباره برگردی، یه جورایی واقعا آدم چیز میشد. گفتم که مثلا دوینشو که بودم ازشون سوال میکردم چی به چی، به من گفتم ببین غواصی شغل خوبیه خیلی، اگر علاقه داشته باشی واقعا لذت میبری، اما اینی که بخوای مثلا درش پول آنچنان در بیاری، معلم غواصی شدن نیست، پولش آنچنان نیست، اما که میتونی باهاش مثلا زندگی کنی، خرج زندگی تو بدی و اینجا باشی و بگردی و کشورهای دیگر هم بری. منم خب هدفم هم همین، من دنبالی نبودم که بخوام از کنارش پول بسازم یه کار کنم، من در این حد بود که بتونم به سفرم برسم، این ور اون ورم رو برم لذت هم ببرم دیگه. چی از این بهتر برای یه عاشق سفر؟ چی از این بهتر؟ آفرین دیگه، خودت هم که بیمار سفری میدونی دیگه، ما هممون یه درده یه بعد دیگه هیچی، برگشتم انگلیس. دوره بعدیش میشد، این اولیش میشه اوپن واتر، بعدیش میشد ادوانس، که ادوانس بیشتر میاد توجه میکنه روی اون چیزهای تخصصی. شما چند تا مثلا میتونی بگی که من میخوام یاد بگم چجوری برم یه قایقی که تای آب افتاده رو داخلش رو بتونم برم، اون تخصص اونو بهت یاد میده. یا میتونی بگی میخوام بیاد بگم چجوری زیر آب عکس بندازم، میتونی بگی چجوری میتونم زیر آب عمیق برم، چون شما با اوپن واتر 18 متر میری، با ادوانس 30 متر میری، شما میای اینا رو انتخاب میکنی، اگرچه که دو تاشو شما بهت میگیم باید انجام بدی، یکیش نویگیشنه که بهت چیز میدیم، کمپس میدیم، باید قطب نما از اونا بهت میدیم که باید مثلا نشون بدی که یاد بدیم که چجوری اگه زیر آب، چون احتمالش هست شما یه موقع زیر آب مثلا پلانکتون ها زیاده، مثلا هوا خوب نیست، شنو این حرف هست، ممکنه گم بکنی طرفتو، یعنی با گایدی که داری میری، چون یه ورزشی هست که شما باید همیشه با 2 نفر باشی، حداقل 2 نفر باشی یا اینکه توی گروه باشی، اگرچه که سولو دایو هم میتونی بکنی که اون شرایط خاص خودشو داره. بعد بهشون یاد بدیم که کمپسشون چجوری استفاده کنن، احیانا اگه یه زمانی گم شدن یا مثلا خودشون در آینده دوست دارن تنها برن، مثلا با 1 نفر دیگه در واقع برن بگردن بدون گاید، چون خیلی جا شما برای گاید باید پول بدی دیگه، خیلی دوست دارن تنهایی برن کنن اینا، بهشون رو یاد بدیم. و یکی دیگه که یاد میدیم مثلا به قول خودم نمیدونم بویانسی میشه قوتوری یا همچی چیزه، چجوری در آب قوتور باشن، شناور باشین، و اون چیزهای تخصصی دیگه. من اومدم انگلیس در اون هوای سرد توی نوامبر بود، رفتم مدرک ادوانسمو گرفتم، چون دوست داشتم که ما یه دونه ویت سوت داریم یه دونه درای سوت داریم. درای سوت این هستش که شما خیس نمیشی، یعنی مثل لباس اسکی هست، شما زیرش هرچی میخوای میپوشی، اینو روش میپوشی، زیپشو میبندی، سیلزش اینا که اوکی باشه، یک قطره آب تو تن شما نمیره، شما همونجور خشک میری زیر آب، خشک میری بالا، و اونم برای خودش یک زیبایی خاص خودشو داره، یعنی غواصی با درای سوت هم واقعا خیلی لذت بخشه. بعد دوست داشتم اونو امتحان کنم و دوست داشتم که این ادوانس رو بگیرم، چون دیگه یعنی به جونم اینجوری افتاده بود که به خودم گفتم ببین تو تا مثلا تابستون، چون فهمیدم 1 سال حداقل زم، یعنی زود زودش که من بخوام معلم بشم 1 سال طول میکشه، به خودم گفتم تو در 1 سال آینده باید معلم بشی، اگر معلم نشی به هیچ کدوم از هدفات اون چیزی که میخوای نمیرس. و واقعا همیشه به همه دوستان میگم کتاب، من کتاب پائولو کویلیو خیلی روم تاثیر داشت، الکمیستش، کیمیاگر، واقعا بله. این کتاب هم همیشه میگه وقتی که تو یه چیزی بخوای تمام یونیورس میان با تو هماهنگ میشن که تو اون اهدافت برسی. و به خودم گفتم 1 سال وقت داری دیگه، دیگه مدرک ادوانس رو گرفتم، بعد از اون میشه مدرک گذاری کردی، 1 سال براش وقت گذاشتی، صدای منو داری؟ دیگه بعدش میگم بله، ولی با تاخیر فکر میکنم. یه لحظه بچه، صدا تصویر چجوری؟ لطفا کامنت کنین ببینیم دیلی داره چجوریه، تاخیر داره نداره، و یه مقدار شما صحبت کنین که بچه هم در واقع من ادامه بدم. آره لطفا، اگر فکر میکنین
لایف جذاب. من کامنت رو باز کردم، لایف فکر میکنیم برای موضوعش برای دیگران جذاب است، لطفا شیر کنیم با دیگران و اونا هم جوین بشن. حتی تو آی جی تی وی سیو میشه و فردا پس فردا هم تو چنل یوتیوب هم با همین هندل مسعود رمضانی اونجا هم در واقع آپلود میشه. فقط دوستان به من بگی صدا و تصویر چجوره که من میخوام کامنت رو ببندم که کیفیت یه مقداری بره بالاتر. هدف گذاری کردی؟ یک سال طول کشید در واقع مدارک تو گرفتی و برو بقیهش. بعد مدرک بعدی که همون ادوانس بود رو گرفتم و بعد مدرک بعدیش میشد ریسکیو و ای اف آر که همون مثل حالت کمک های اولی امرجنسی فرست اید هستش. و بعدش میشه امداد دیگه، یعنی کسی که تو همین ماه و امداد. آره و بعدش هم میشی دایو ماستر. دایو ماستر در واقع از دایو ماستر به بعد حالت شغلی پیدا میکنی، شما میتونی با اون مدرک کار بکنی وقتی دایو ماسترتو میگیری. بعد دوباره شما یعنی مدرکاتو توی انگلیس گرفتی؟ یعنی اول اوپن واتر رو توی بالی گرفتی؟ نه فقط ادوانس همو توی انگلیس گرفتم، ادوانس همو انگلیس گرفتم. بعد 3-4 ماه بعدش خیلی دوست داشتم که توی بالی که بودم خیلی در مورد مصر و مکزیک و اینا صحبت میکردن، چون خیلی جویا بودم که اوکی کجا خوب. آره من قبوسی یاد گرفتم، مثلا 2 جلسه رفتی قبوسی گرفتم، فکر میکنی استاد دیگه خبری همه جوری کشف کنی. بعد کجا برم خوبه فلان اینا، به من گفتن که مثلا مصر که دریای سرخ یه از بهترین دریاست که مثلا توش میتونی قبوسی کنی اینا. دیگه این تو ذهن من بود، من شروع کردم دستینیشن که مثلا تو مصر میتونم قبوسی کنم و فلان و هزینه پرواز و این حرفا رو پیدا کردن. و واقعا هم یهو پیش اومد، واقعا میگم همه چی شروع شد، به خدا همه چی شروع شد. و من به عنوان اینکه برم یه سفری داشته باشم که روی کشتی قواسی کنم، از این لیوان بوردا هستش که شما یک هفته روی کشتی هستی و روزی 3-4 بارم قواسی میکنی، با اون کشتی برم قواسی کنم. من رفتم اونجا و از اونجایی که خدا منو خیلی دوست داره، اونجا دیدن که توی این دفترچه‌ای که من قواسی کردم مثلا توش نهایتاً 20 قواسی کردم، گفتن ما داریم میریم جنوب شمال وسط دریا با 20 قواسی اتفاق برده، چه چجوری میخواد خودت تجربه، یعنی من کافی نیسته چون بعضی اوقات زیر آب مثلا یه کارنتی داره نمیدونم، و بیشتر واسه اونایی که زیاد تجربهشون بالاتر باشه، مثلا حداقل 40 تا 50 تا قواسی داشته باشن و اونا رو نداشتم. در نتیجه این اینا پول من ساعتیه دیگه، درسته اصل ساعت شما اگر 5 متر بالای 20 دقیقه تو 5 متر باشی واسه یه دونه لاگ میشه، میتونی امضا کنی بری و اونم معلمت یا اون کسی که باش قواسی میکنی لاگ میکنی. ولی واقعیت قضیه برمیگرده واقعا به تجربه و چقدر شما توی این مسیر مشتاق هستی که بیشتر بیشتر یاد بگی و ریلکس باشی. یعنی اصل داستان شما وقتی میری زیر آب ریلکسی، واقعا میبینی که چقدر متفاوته. منو اوایل باور البته خب میشناسیم من هیجانی همینجوری هستم، ولی مثلا من میرفتم زیرا معمولا یه دونه کپسول هوا 210-220 بار هوا داره توش، خب حالت عادی بلندش میکنی وزنش مثل 16-17 کیلو. خب به من انقدر زیر آب زوق زده میشدم، انقدر خوشحال بودم، 20 دقیقه هم دوام نمیاد، یعنی این گاز قشنگ تمام هوا تموم میشد، یه سر اکسیژن مصرف میکردی، نفس میکشید. اکسیژن نبود، هوا هستش، حالا اونم برای توضیح میدم. آره آره هوا که ما 79% نیتروژن و 21% حالا 20% یا 21% اکسیژن و یه مقدار آتشخوار، ولی هوا بود و این هوا به خاطر اینکه ما بدنمون الان هم شون دارم صحبت میکنم دارم اکسیژن میسوزونم دیگه، خب زیر آب هم همینه و من انقدر ذوق زده و شاداب بودم تمام اینو میخوردم دیگه قشنگ. من واقعا مثلا تو میکنم اصلا یه ذره آروم، تو ما رو دیوانه میکنی می زیر آب، چرا انقدر ذوق زده ای؟ قندهاتو چی کار میکردی راستی؟ ببین ببین یه ویدیو مثلا میفرستم تو اینستاگرام هم دارم. من اولین باری که رفتم اسکوتر سوار شدم
انقدر به من ببین فکر کن مثلا من عاشق اصلا برم چیز بسی جدید پیدا کنم، دنبال این حیوان، دنبال این فلان. و اسکوتر اینجوری که تو میشینی روش یه دکمه کنترل داره دیگه، دکمه رو روشن میکنی میبرد دیگه، خودت جهت میدی. انقدر من داشتم لذت میبرم، قهقهه میزدم زیر آب، خواهی آب میرم تو دهنم دیگه. آره همه شما رو به دو تا دو سه تا نام میشناسن، یکی این که در واقع غواصی، دو ملکه خنده و همینطور لایف کوچ. مرسی. خب حالا به من بگو که سعی میکنم سالانه اضافه کنم، شما لیستتو باقی. خب خب من اینا رو البته بیم که زگهواره تا گوردانش به جوی دیگه ببخشید. من البته اینا رو میدونستم، مطمئنم بیشتر الان مثلا قضیه پرتو درمانی و اصلا نمیدونستم که رشته اصلی رشته دانشگاهی این هستش. خب حالا به من بگو که رفتی توی دریای سرخ و اونجا کار رو از کجا شروع کردی؟ از مصر شروع کردی تا اونجایی که اطلاع دارم درست بخیر؟ وقتی که سفر رفتم مصر، اون چیز من کنسل شد که من نتونستم برم روی کشتی روی اون مثلا کروز که حالا لیوین بورد هستش، نتونستم باشم. همونجا اون کسی که معرفی کرده و خودش هم معلم غواصی بود، گفت خب میتونیم بریم مدرک، چون بهش گفته بودم من میخوام معلم بشم اینجوری، و از دم کشتی هم میگفتم آره من الان دارم میام و شما سال دیگه برگردم معلمم واسه تو اینجوری میکنم اونجوری. بعد خلاصه هیچی به من گفتش که اوکی میخوای پس بیا مدرک بعدی تو مثلا میتونی انجام بدی و فلان. اینو گفتم باشه دیگه، اونم به من کمک کرد و مدرک های بعدی رو گرفتم و بعد شدم دایو مستر. وقتی دایو مستر میشی شما باید حداقل 60 تا غواصی داشته باشی، یعنی تو دفترچه 60 تا حداقل کم کم 60 تا غواصی امضا شده باشه برات که انجام دادی، یک سری چیزای تخصصی، و بعد با اون شما میتونی کار بکنی، ما میتونی شما کار بکنی و اینکه به عنوان گاید در واقع از لحاظ حقوق با یک کسی که معلم غواصی هست حقوقش پایین تر هستش تقریبا، ولی از لحاظ تجربه خب ما علممون بالا، ما علمو مزد میخوام از لحاظ تجربه اونایی که معلم میشن علمشون یکم مثلا بالاتره، چون خب ما باید مثلا دوباره بخونیم همه چی دوره کنیم، دوباره این بدونیم اون بدونیم و اینا، ولی به طور کلی اونا مثلا خود دایو مسترها خیلی زحمت میکشن، یعنی شاید من خیلی از دایو مسترها دیدم که به اندازه یک معلم زحمت میکشن. تفاوتش اینه که معلم ها درس میدن، روش درس دادن دارن اونا، خب مثلا یه چیزایی خیلی مهمه، اونا نه، اونا حالت گایدو دارن، اینجا از هم جداشون میکنه. که اکثر آدمایی که میان معلم میشن حداقل 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 مثلا 2 سال 3 سال کم کم اینا گاید بودن، بعد میان معلم میشن. من دیگه خیلی دیگه گذاشتم رو چی میگن تیزوشان رو رفتم جلو، خودباوری فرامان رو زدم رفتم جلو. و یکی هم چیزی که باعث میشه یه ذره طول بکشه تا از دایو مستر به اینستراکتوری برسن معلم بشن، یکم هزینهش هم هستش، به خاطر اون یکم مثلا بعضی هم حال میکنن دیگه. مثلا من یه دوستی داشتم میگفت من خیلی اوکی هستم گاید، من دلم نمیخواد معلم بشم، مثلا حقوقم یه ذره اضافه تر بشه، من با اینی که با آدما میرم زیر آب، این بار میرم اون بار میرم، چون خیلی لذت بخش برام، اصلا دوست ندارم حوصله اینکه سر و کله با دانش آموز بزنم ندارم، مثلا اینم هستش. و دیگه خلاصه چی که دایو مستر گرفتم و برگشتم دوباره انگلیس. بعد دیگه برای معلمیت یه بعد ببین شما میشه کورس دایرکتور، در واقع فکر می‌کنم به فارسی بخوام بگیم کورس دایرکتور میشه چی، مدیر عامل، میشه مدیر عامل پدی، بالاترین رتبه هستش که شما در دایرکتور هستش که تو اونجا باور دارم در پدی شما میتونی به بالاترینی که برسی کورس دایرکتور است، که اون روز هم حتما میرسه و من با شما یه لایو هم در اون مسئله خواهم داشت یکی دو سال آینده انشالله. بعد میشه پست دایرکتور میشه همون معاون میشه، معاون مدیر عامل است تو همین ما، یا نمیدونم یعنی فارسیشو نمیدونم، ولی من نمیدونم به فارسیش با کورس دایرکتور میشه، کورس دایرکتور خیلی دست و بالش بازتره، و اینی که هر کی میخواد معلم بشه باید بره میشه کورس دایرکتور، و کورس دایرکتور واقعا باید خیلی مثلا اطلاعات و تجربه و فلان این حرفاش بالا بشه. و
کورس دایرکتور رو پیدا کردم. اولین اون آقایی که معلم من بود اولین کورس دایرکتور بودش که 30 سال پیش در مصر کورس دایرکتور شد. و باور نمیکنی یه آقایی بوده، یه آقایی هستش که مثلا فکر میکنم راحت 73-74 سالش رو داره، یکم توپل، بسیار جوگ، عاشق جوکای به قول خود چی میگن، جوکای بزر شیطنت آور، شیطنت دار. و بعد ببین این وقتی چیزی که من از این واقعا لذت بردم این بود که این وقتی درس میداد انگار کتابو، به خاطر که ما چیزی که یاد میگرفتیم قوانین قواسی بود که ما اجازه داریم مثلا دانش آموزمون رو در قواسی شماره 1 تا کجا ببریم، شماره 2 چیکار کنیم. یعنی در واقع یک سری قوانینی بود، مثل بیمارستان که میخوای بری قوانینی که شما داری با مریض، بین مریض و مثلا دکتر یک سری قوانین بر رعایت بشه، اینم همون بود، برای اینکه هم دکتر پروتکت باشه هم مریض، اینم همون بود. تمام قوانین رو ما یاد میگرفتیم. ببین این وقتی میگفت من اینجوری بودم، شما کتابو چند بار خوردی قورت دادی؟ یعنی انگار داره مثلا از وجودش میاد، انگار کتاب در درونش نوشته شده. خیلی این مثلاش جذاب و قشنگ بود برام، درونی شده بود براش. خب پس تو کارو اینجوری شد که شروع کردی و استارت کارتو برای اولین بار کجا زدی به عنوان معلم؟ مصر. خب یه مقداری از مصر بگو، دریای سرخ و اون من تا اونجایی که اطلاع دارم مقاصد غواصی دنیا مثلا فیلیپین، اندونزی، تایلند، مکزیک، همین مصر، اینا در واقع خیلی خفنن و حالا آفریقا جنوبی هم فکر کنم جزوش باشه، درسته؟ آفریقای جنوبی فکر کنم خیلی معروف است به خاطر کوسه های سفید که شما در قفس میری و میبینی. باز اینا رو برای یوشیتا بپرسی که اونجا بوده بهتر میدونه، ولی این چیزی که من سرچ کردم در واقع در مورد اونجا بودا، آره داره مثلا سایت هایی که برای قواسی هستش و اینا، ولی معروفیتی که معروفیتش به خاطر اون کوسه سفیدشه. مصر هم واقعیت رو بخوای جای بسیار زیبایی، قواسیش آبش بسیار سولاره. یعنی من یادم اولین روزی که رسیدم، من رفتم شارم الشیخ، روز اولی که رسیدم شارم الشیخ، وقتی وارد هتل شدم، حالا اونم داستان جداست که مثلا من ساعت 12 رسیدم و بعد anyway 4 صبح رسیدم بعدش هتل و صحبتان 700 لایف داشته باشه. بعد وقتی رفتم لبه دریا باور نمی که هی آب و قشن. البته خب تو بالی هم که با یوشیتا بودیم آب هم همین جوری بود، مثلا ساحل های دیگه هم دیده بودیم که اینقدر زیبا باشه، ولی نمیدونم از همون جلو تو اون هتل هم که بودم خیلی مثلا مرجان های خیلی قشنگی داشت، آب زلال، اصلا یه چیز فوق‌العاده‌ای بود. اگرچه که خیلی از سایت هایی هستن توی خود مصر که به علت همین آلودگی مال بنزین و روغن و همین مواد شیمیایی و اینها، این مرجان ها سفید شدن، وقتی سفید شدن یعنی مردن واقعا. یه جایی میبینی که مرجان ها مردن و خب جایی که مرجان مرده باشه ماهی ها هم کمتر هستن دیگه، میدونی اینا ما تو خلیج فارس هم زیاد میبینیم، درسته؟ متاسفانه بله و دیگه نمیدونم میگم این داستانی از این لحاظ بگو که توی خود خلیج فارس خب کجا رو میپسندی برای غواصی و کجا رو دوست داشتی غواصی کردی و چجوریه کلن خلیج فارس برای غواصی چجوریه در کل، که خیلی روی کیش بچه ها مثلا یه سری جزایر لاوان اینا مثلا فوکوس کردن، خودت چجوری دیدی؟ واقعیت شو بخوام از شما، من خیلی نتونستم مثلا این سری توی ایران غواصی کنم، اما که من توی چابهار غواصی کردم، باز اونجا مثلا خیلی نبودش ولی اونجا خوب بود، اگرچه که اون موقع که ما رفتیم یکم حالت بعد از ظهرتر داشت و هوا یکم چیز شده بود، یعنی نور آفتاب اینا رفته بود، آب یکم اون ویزیبیلیتیشون، شما خب به نور که هستش و این حرف رو بیشتر میتونی ببینی و این حرف، و این هم که به خاطر پلانکتون ها و موج و فلان و اینه که مثلا کمتر بود. اما یک بار رفتم سمت اینجا، البته خب به خاطر اینکه مثلا با دوستان بودم اون سمتی رفتیم، جایی نیست که بشه مثلا واقعیش رفت، سمت جزیره فارو بودش، بنی فارو.
یا نابیو که میگین اسمش، فکر میکنم جزیره اونجا بودم. پنیکارو کوچک. بخ 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 خیلی هم زیبا بود، فکر کن یه جزیره همش مال خودت، هیچ کی تو اون جزیره نبود. باس ماس با فانوس عالی بود، دریاییش. عالی بود، خیلی زیبا. من واقعا اونجا، حالا از بحث خارج نشیم، واقعا اولین بار تو عمرم بود که من غروب ماه دیدم. یعنی نمیتونستم باور کنم ماه شاید مثلا بود 3 روز یا 4 روزش، یعنی خیلی مدت کمی تو آسمون هستش. ببین انقدر این خروب زیب، چون اصلا نه هیچ ستون، نه ساختمونی بود، هیچی نبود، فقط لب ساکی میومد پایین و میدی، اصلا فوقالعاده بود. غروب طلوع عالی بود. اونجا مثلا من رفتم قبضی کردم، هم کوسه دیدم، هم از این ماهیای بهش چی میگفتن، اونا بهش میگن قطر، توی مصر بهش میگن قطر، اینجا بهش چی میگفتن اسمش یادم نمیاد، درازن و روش خط خط دارن، شاید میدونم اینجا کدوم اسمشو نمیدونم. بعد فکر میکنم اینجا بهش میگن قطر، فکر میکنم توی بندرعباس شنیدم. بعد نه ماهی شیر، یه سری از همین ماهی های کوچولویی که هستن، واقعا اسمشون رو به فارسی من بلد نیست، حتی به انگلیسی هم خیلی هاشون شاید بلد نباشه، چون واقعا نمونه های خیلی متفاوتی هست. آره مثلا چه که از خانواده ماهی توتیا هستش، از خانواده ماهی های انجل فیش فرشته ای هستش، از خانواده ما، ولی اسم دقیقشون واقعا چیز هست. حالا اونجا خیلی اونجا خیلی بود اینو اونجا بگو تا بعدش من یه سوال دارم ازت. این بنی دارم. فارو تموم شدش یا اینکه من اونجا هم قشنگ بود. کیشم بگم یا بس اول سوالت بپرس بعد ادامه میدم، نگران نباش. نه نه کیشو بگو، من میخوام ببینم که عجیب ترین چیزی که زیر آب دیدی چی بوده، اصلا یه خاطره عجیب. مطمئنا زیاد چیز عجیب غریب دیدی. عجیب غریب از چه لحاظ عجیب غریب؟ این که برای خودت یه موجود عجیب غریب باشه، اصلا تا حالا مثلا عکسش هم ندیده باشی، اونجا باهاش ببین اصلا برخورده باشی. موجود عجیب غریب چیزی که میتونم چندیم، آره خیلی پیش اومده، ولی واقعا چیزی که برام یه دفعه جذابیت داشت، من زیر آب بودم، بعد یه جایی بودم که همش شنی بود، بعد زیر شن بعضی اوقات یه سری ماهی ها اصلا، این سری سفره ماهی اصلا خودشون رو قایم میکنن، یا یه سری اسمش چیه، یه سری حالت گل میمونه، این بعد شما ازش دوری، این بیرونه، همین که بهش اینه مگه اینایی که فوت میکنی باد میکنه توتی توتیا توت. نه 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 یه چیزایی هست، یه گلایی هستش که اینجور فوت میکنی میره، بعد میگه خبر خوب برات میاره. آها آها فهمیدم، قاصدک. آفرین، یه چیزی قاصده، یه چیزی شبیه قاصدک هست زیر آب که وقتی تو داری می اینا سرشون بیرونه، از دور همین که حست میکنن ورد میرن تو قایم میشن. من همیشه اونا رو خیلی دوست داشتم. یا یه سری ماهی ها هستن که شریمپ میگوا زیر خاک دارن خاک رو میکنن اون زیرن، بعد این ماهی این سرباز دم درش وایستاده، خدای خیلی باله، این سرباز نداشت واسه این هی میاد خاکو میاره بیرون میریزه، خاکو میاره بیرون میریزه. این ماهی تا احساس اول خودش تا احساس میکنه یه چیز نزدیک میشه وای میسه، ماهی تا اینه مدل نزدیک میشه سری میره بالا سرش اونجا تو سوراخ رو میمنه. بعد یادم یه بار یه جایی بودم که ما تو همون خود مصر هم بوده شوینه، یه صخره خیلی بزرگی بود که لابلای این پر ماهیای خیلی خوشگل و رنگی، و از این یه ماهی داشتم بهش گفتن لاین فیش که این سیخ سیخ داشت بیرون، که خیلی هم خطرناک بود که اگر به شما مثلا دستت میخورد یا چیزی باید 20 دقیقه وقت داشت که اون آمپول خاصش رو بزنه، وگرنه که دیگه باید خدافزی میکردی. من دنبال مثلا یه سری دنبال این بودم، دنبال لات پش پیدا کنم و فلان بودم، یهو یه دونه عروس دریایی دیدم، باور نمیکنی دستام اینجا معلوم نیست، ولی فوق العاده بهت بگم شب مثلا راحت یه چی اولوش مثلا مثلا نیم متر اینا خود این چیزش بود، نیم متر مثلا این حرفا خود کلش و اینا بود، بعد دومش بلند 2-3 متر فقط این دوماش بود، بعد این توی بدنش برق میره، اصلا انگار که برق اصلا انقدر این زیبا بود، از یه طرف میترسیدم بهش خیلی نزدیک بشم چون نمیدونستم مثلا ممکنه یه اتفاق بالاخره این در این حجم تو شده مثلا اینا رو ببینی دوربین گوپرو همراهت نباشه، یا اینکه انقدر محو اونشی اصلا فیلم و عکس نگیری؟ خیلی 100% خیلی پیش اومده،
مثلا من یکی از بهترین خاطراتی که داشتم واقعا همیشه برام جذاب ترین بوده این بوده که دوباره تو خود همین مصر من خیلی یه کوسه هایی هستن که اینا نهنگی هن. اصلا دندون ندارن، فکر میکنم همون نهنگیه که پینوکیو باباش توش گیر کرده بودن، پدر ژپتو بود، چی بود؟ فکر کنم همونه. اینا آره دندون میدونم کدومه. ندارن، بعد فوقالعاده زیبان، مثلا بزرگ تقریبا تا 3 متر هم میرن، تا 3 متر 4 متر هم، و رو پشتشون دونه های سفید، یعنی از بالا که نگاه میکنی سفیده، خیلی زیباست. من اینا رو تا حالا ندیده بودم و اینا معمولا تو فصل مثلا بگم شهریور، میهمان آزاده ای من نه اشتباه گفتم، شهریور شهر چیه؟ مهر. آره مثلا شهریور مهر اون سمت مثلا خیلی فراوونن، منم ذوق و شوق اینو داشتم که ببینم. چندین بارم شده بود مثلا چند تا گروه، خب ما اونجا سواره مثلا غواصی روزانه، شما صبح میای سنتر وسایلتو برمیداری سوار کشتی میشی میری وسط آب، مثلا هر تیمی 5 تا 6 تا 7 تا بسیده، چقدر شلوغ باشیم، هر کسی تو تیمش مثلا آدم داره یا بنا به مدرکایی که دارن، چون خیلی هم مثلا طرف اومده اوپن واتره، بعد یکی دیگه اومده 1000 تا غواصی داره، ادوانس ها 1000 تا غواصی داره، چون شما دیگه از لول ادوانس به بعد مدرک گرفتنش بیشتر اینه که خودت میخوای بیشتر یاد بگیری، یا اینکه هدفت باشه بخوای بری کار بکنی، دیگه نیازی نیست پول هزینه کنی بخوای مدرک بگیری، اگه فقط هدفت برای فان هستش. نمیتونی کسی که مثلا الان تازه مدرک غواصیشو گرفته بعد از 5 تا دایو 5 تا غواصی بیاد با اینکه 1000 تا داشته رو توی گروه بذاری، چون هیچ وقت هواهاشون یک اندازه تمام نمیشه. این آدم که 1000 تا داشته انقدر ریلکسش، شاید بتونی 1 ساعت و نیم هم زیر آب باشه، برای این آدم مثلا سر نیم ساعت ممکنه تموم شه، 20 دقیقه ممکنه تموم شه. واسه همین بنا به تجاربشون و بنا به تعداد آدم ها با هم کنار میایم و هر کی توی گروهی مثلا میذاریم. بعد من یادمه که میگم چندین بارم پیش اومده بود مثلا با گروه های مختلف رفته بودیم گروه، یه گروه دیگه که با من تو همون سایت در همون زمان بوده ولشارک رو دیده، من ندیدم. نمیدونم مثلا من با اسکوتر زیر آب بودم تمام بالا پایین، چون وقتی اسکوتر دنگ موتور زیر پاده دیگه، بالا پایین رو گفتم ولشارکر ندیدم، در اون لحظه مثلا جلوی من رد شد و رفتی و ندیدم. بعد اون گروهی که خیلی ریلکس دارن قواسی میکنن دیدن، یه آدم تو کشتی خواستم خودم بزنم دیگه یه جورایی. یه سوالی، من تو جزیره راستو مالدیف که بودم خیلی راحت میتونستی این سفره دریایی و این شارک و اینا کوسه اینا رو ببینی، یعنی یه چیز کاملا شانسی، حتی با اسنورکلینگ من دیدم. آفرین. هیچ وقت مثل اینجا نیست که بگی من میرم سر کوچه، الان سر کوچه مثلا این بقالی اون ساندویچی، اصلا اینجوری نیست. شما یعنی یه سری ماهی های کوچولو هستن، مثلا اگه میری زیر آب میدونی که فلان ماهی مثلا اینجا نیمو ها اینجا خونه شونه همیشه هستن، یا نمیدونم مثلا لاک پشت ما خونه های لاک پشت رو یاد گرفته بودیم، اما تایمش معلوم نبود که یعنی، ولی حدسی بعضی وقت میدونستیم میرفتیم، یا میدونی لاک پشت خونه از خوابیده یا مثلا اون زیر قایم شده، یاد گرفته بودیم، ولی واقعا همه چی بر نمیم شانس میتونی اسمشو بذاری، کاملا رندوم دیگه، شانسی رندوم. حالا من یه چیزی مثلا توی پارکای ملی حیات وحش همه بیسیم دستشونه تو آفرود و این حرفا، یه جا مثلا یه حیوانی رو دیدن، بیگ فایف اینا رو دیدن، به بقیه گروه هم اطلاع میدن. شما چه جوریه؟ شما اصلا اطلاع هم بدین فایده ای نداره تا اون رو بخوام دیگه سنگزه. نه دیگه، ما اگر که مثلا یه گروهی داره از این ور میره، یه گروهی داره از این ور میره، یه موقع اونا یه چیزی ببینن شیکر داریم، چون میخوایم پشت سریامون هم مثلا آدمایی که مثلا فرض مثال من گایدم، من دارم جلو میرم، 4 نفر دیگه پشت سر من، چون باید گروه های دوتا باشن که با هم دیگه مواظب هم دیگه باشن، خب من مراقب کل گروه هم، ولی اون دوتا باید مراقب هم دیگه باشن. یه موقع من یه چیزی میبینم شیکر دارم، تکون میدم شیکرم و بقیه برمیگه چون میشنون زیرا، مثلا میگم چم ساین دارم، میگه لاک پشت دیدم، نمیدونم مثلا فلات فیش دیدم، مثلا بستگی داره چی باشه، علائم اولتون دیدم زبون
زبون لالیه دیگه، بعد اونجا مثلا آره علائم رو زیر بگی. آب و همه چی به زبون، یعنی یه چیزی که خیلی زیبا بود این بود که شما ممکن از هر کشوری باشی، هر زبونی باشی، ولی زیر آب همه یه زبون صحبت میکنیم. این مثلا اوکی، این حالم خوب نیست، این اون اوکی که یعنی برو بالا، این اوکی این اوکیه، میشه این این میشه اوکی بریم بالا، برو بالا پایین. آره اینو یادت باشه به معلم زیر آب بکنی باید میبرتت بالا، دو تا میزنه تو گوشت. آه بعد بس اینجوری کنه. اوکی آره خب حالا به من اینو بگو که پس شما اونجا شیکر داری، یعنی مثل زنگوله، منظور نمیدونم چیه. آره آره مثل ببین قشنگ میگه دینگ دینگ صدا میده، چجوری بود بگم، هیچی ندارم انقدر مثلا. این انقدر این ارتعاش داره که زیر آب هم حتی شنیده میشه. آره 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 شیکر تو معمولی. گوشتون یعنی چیزی نمیذارین که آب نره؟ چجوریه؟ ببین هست گوشگیر. اومده، نه تکنولوژیش اومده الان، شما یه سری ماسکای اومده که کل فیس تو میگیره. خب چون در حاضر مال ما چجوریه، ما یه ماسک اینجوری میذاریم، آره خب هم رگولیتر تو دهنمونه، گوشامون آزاده، ماسک کاور میکنه اینا رو همه رو، خب گوشامون آزاده. بعدا الان یعنی الان که چندین ساله یه سری ماسکای اومده که کل فیس تو کاور میکنه، خب و اونها میتونی زیرش بذاری چی میگن میکرو چی بلنگو میکروفون داشته باشی، یعنی تو گوشت حالت بیسیم باشه، کانکت و میتونی با آدم های دیگه صحبت کنی. اما هنوز اونجوری نیستش که همه داشته باشن، یه سری آدم ها برای خودشون دوست دارن خریدن با هم دارن، همه دایو سنتر همچی چیزی نمیدن چون به خاطر هزینه هاش، یعنی چیز ارزونی نیست که بتونن بخرن. یعنی دیگه اون رگولاتور دیگه تو دهن نیستش، از طریق ماسکه میاد میره. بازم رگولاتور تو دهن شماست ولی وصله به ماسکت. اما ما همیشه وقتی که میان غواصی با ما انجام بدن، آدمایی که غواصن، مدرک غواصی دارن، روز اولی که میان ما اینا رو میبریم زیر آب چک کنیم ببینی آیا یادشون هست که هنوز چه کار دارن میکنن، ماسکشون رو چجوری تمیز کنن، اینو چجوری در بیارن. آدمایی که با فول ماسک میان، یکی از قانونای ما این هست که باید بلد باشن اینو کامل در بیارن، چون احتمالش از زیر آب یا خراب بشه، اصلا زیر آب فاگی به مهالود بشه نتونی ببینی، بتونه اینو در بیاره، ماسک حساب پست با خودش داشته باشه بذاره. و شما معمولا رگولیتر دو تا داری، اون یکی رو در بیاره بذاره دهنش اگر این خراب شد. همیشه یه بکاپ پلنی واسه همه چی هست زیر آب. اوکی من یه سری چیزا رو الان یاد گرفتم که اصلا نمیدونستم، مرسی بهمون گفتی. حالا من میخوام قبل از اینکه بریم سراغ هزینه ها، حالا هزینه ها در ایران، چون فعلا در مورد ایران تو ایران صحبت کنم چون هر کشوری متفاوته، قبلش میخوام بهت بگم که اون مقصدی، اون مقاصد، اون سایت هایی که خودت خیلی دوست داشتی رو یه چند تاشو برامو بگی، اونجا اون سایت هایی که خیلی میپسندی. توی مصر سایت هایی که من بخوام اسمشون رو بگم فکرم دم زیاده، مثلا خیلی بوده، نمیم یه دو بوده ابو حشیش، بعد اونجا حشیش به معنی چمنه، وقتی مثلا میگم واسه دانش واسه آدم ها توضیح میگه ابو حشیش، همین زن زیرا میگم اون زیر حشیشه. ابو حشیش یکی از معروف ترین ها بود تو سایتی که ما بودیم، حشیش به زبونه، چون همه اسمای سایت ها هم عربی هستن تقریبا، مثلا ابو حشیش به زبون عربی یعنی چمن، ابو حشیش پدر چمن، چون اون زمان مثلا زمان که اینجا اسم ابو حشیش گذاشتن اون زیر پر چمن و مرجان و این حرفا بوده و اونجا مثلا اسمش گذاشتن ابو حشیش. نمیدونم مثلا یه دونه دیگه هستش نزدیک فانوس بهش میگن فانوس، یه دونه دیگه هستش که مال دلفیناست، دلفین هاوس بهش میگن، که اصلا کلا یک سری کشتی هستش که میان مشتریشون برای اسنورکلینگ هست، اهل غواصی نیستن و همه میان که اسنورکلینگ کنن، یه سری گاید های اسنورکلینگ دارن که میرن همه دنبالشون تو آب دنبال دلفینا رو پیدا کنن. تو دلفین هست واقعا دلفین زیاد میبینی، اگه باز هم برمیگرده به شانسه، یه موقع میبینی واقعا مثلا خب ببین آخه مثلا کشتی اینجا وای میسه دلفینا اونورن، دوباره تا تو به یه سوار چه کشتی حرکت کنه دلفین شب بیاد این بر، میدونی بستگی داره به اون روز که کشتی کجا باشه و دلفینه کجا باشه و همه اینا واقعا به اون شانسه برمیگرده. بسیار خوب بسیار خوب مرسی. حالا بریم سراغ اون
هزینه هایی که تو ایران برای این اوپن واتر، اون مدارک غواصی هم، اون مدرک هایی که بهت میدنم یه مقداری نام بردی. حالا اون چیزایی که تو ایران هستش، همین پدی که خودت در واقع معلمش هستی، یه مقدار از هزینه ها این برامو بگو. تو ایران کسی بخواد شروع بکنه، بعد از کجا شروع بکنه، چیکار بکنه، چقدر هزینه حدودن داره، وسایل رو باید چیکار کنه و و و. ببین کلن تمام این مدارک غواصی همش به شما یاد میده چجور غواصی کنید. تفاوتش اینه که از سازمان های مختلف اومده، یکیش متعلق به مثلا انگلیسه، یکیش متعلق به فرانسه است، مثلا پدی امریکایی. همه اینا فقط بستگی داره که متفاوت هستن، ولی در مجموع به شما یه چیز رو یاد میدن به مدل های مختلف. حالا ممکنه یکیش مثلا این اطلاعات بیشتر بهت بده، یکیش اطلاعات کمتر، ولی چیزی که پایه و اساس هست و همش به شما درس میده. و من چیزی که متوجه شدم توی ایران SSI تا اونجا که یادم فرانسوی بود اگه اشتباه نکنم، یا انگلیسی، سیمس و بیزک، این دوتا، بیزک فکر میکنم انگلیسی بود، سیمس فکر میکنم فرانسوی بود، اینا هستن که در حال حاضر سازمان هایی هستن که مدارک غواصی میدن. و خود سیمس که دست فدراسیون غواصی ایران هستش که تو ایران میتونن مدرکش رو بگیرن و همه جا مثلا، و همه این مدارک هم دور تا دور دنیا قابل قبوله. مثلا ما چیکار میکردیم، ما سایتمون ما پدی بودیم، اگه شما میومدی SSI بودی یا مثلا بیزک بودی یا سیمس بودی، ازت شماره دانش آموزی تو میگرفتیم، با وبسایت چک میکردیم که آیا شما واقعا این مدرک رو داری یا نه، بعد بریم تطابق میدادیم با پدی، شما میتونی چیکار کنی چیکار نکنی. میتونستی مدرک تو مثلا اگه سیمس داری میخوای یه ادوانس مثلا پدی بخونی، بیای بخونی، مشکل نه، یه سری درس رو باید بخونی، یا ترنینگا رو میدادی، آفرین همین کلمه دنبالشو، تطبیق میدادی. بعد خب ببین هزینه تا اونجا که میدونم در ایران، اگر شما بخوای بری دوره ببینی، اگه بخوای تفریحی بری، با 200-300 تومان تفریحی یه جلسه میری زیر آب و غواصی میکنی و تجربهش میکنی. اما اگر که بخوای مدرک ببینی، مدرک از 5 میلیون شروع میشه، از 5 میلیون شروع میشه و فکر میکنم که دورش هم از مثلا 2 روز، شما از بین 2 تا 4 روز هست، بستگی داره با کدوم یکی از این سازمان های غواصی شما بخوای جلو بری، بیزک بری، سیمس بری، کدومش رو بخوای باش ادامه بده. مثلا پدی به شخص تو 3 روز میتونی انجام بدی، ولی 4 روز خیلی ریلکس رو بهتره، اونم به خاطر اینه که یه مثلا چند تا ویدیو هست یا کتاب هست که شما بخونی. حالا بگم بعضی سنترا میگن کتابشو بخون، بعضی سنترا میگن ویدیوشو ببین، اصلا چیز نداره که شما وقتی این مثلا ویدیو رو میبینی، یه امتحان مولتیپل چویس هستش که باید بدی، نشون بدی که واقعا درک کردی چیزایی که خوندی رو فهمیدی. چون بالاخره شما درسته که ورزش بسیار سیفیه نسبت به ورزش‌های دیگه در دنیا، بخوای حساب بکنی یکی از ورزش‌های سیف هست میتونم بگم، اما شما باید یک سری پرینسیپ، یک سری مسائل رو کاملا بفهمی، درک کنی، چون با جون خودت داری بازی میکنین که در نهایت بدونی که چرا باید این کارو کنی، چرا یهو تو عمق 15 متر نباید بودی بیای بالا، نمیدونم چرا باید نمیام سیفتی استاپ داشو، چرا این، چرا این، چراها رو برات جوابگو باشه. بعد میدونم که مثلا اینو میتونم بگم دوره سیمس مثلا دوره یکش از 3.5 شروع میشه، 3.5 میلیون هزینه شه، نمیدونم دوره دوش میشه 7 تومن، دوره سهش میشه 16-17 تومن. ولی همونجور که گفتم اگه کسی واقعا مشتاق باشه یاد بگیره غواصی بکنه، یعنی میخواد غواصی بکنه به عنوان فان، به عنوان یه تفریح، دوره 1 با مثلا یه تخصص براش کافیه، نیازی نیستش که بخواد بره خیلی هزینه، اون هزینه رو بذاره هر دفعه بره غواصی کنه، بره تمرین کنه، بهتر و بهتر بشه. چون اینجوری همه جای دنیا هم که بری برات لذت بخشه. من چیزی که باز همیشه به همه بچه ها میگم اینه که برین غواصی رو امتحان کنین، اگر لذت بردین برین مدرکش رو بگین. چون خیلی جواب پیش اومده میگم مثلا شما غواصی کردین، میگن آره من تا حالا 5 بار مثلا کیش غواصی کردم، میگم خب مدرک داری؟ میگه نه مثلا دوستم اونجاست مثلا میرم با اون غواصی میکنم.
میگم اوکی، ولی چیزی که یعنی از تجربه خودم میتونم بگم، چون ما خیلی آدمایی داشتیم از کشورهای مختلف، روسیه این ور اون ور میومدن که مثلا غواصی یا چیز کنن، امتحان کنن ببینن چیه. همونجوری که بهت گفتم ما مثل لیپتون، البته که جایی که من بودم خدا رو شکر ما تو عمق 4 متر انقدر مرجان داشتیم. ببین حتی گیتار گیت کوسه گیتاری میدیدی تو این عمق، یعنی اینجوری بود مثلا، خیلی همه چی جالب بود و اینا. مثلا میمونیشون مثلا 20 دقیقه دیگه مثلا وجدان درد نگیره، 25 دقیقه زیر آب نگهشون داشتی میوردی. البته اونم اگه یه طرف همیاری میکرد و نمیدونم پنیک نمیکرد و این صحبت ها. اما شما وقتی بدونن که مدرک غواصی داری و یه غواص هستی، برخوردشون با شما بسیار متفاوته تا کسی که میخواد فقط بره برای فان یه دفعه بره تو آب و بیاد بیرون. شما هم چیزهای بهتری میبینی، امکانش هست ببینی، هم چیزهای بیشتری یاد میگیری. در نتیجه واقعا اگر جایی غواصی میکنین، لذت میبرین، امکانش رو دارین که دورش رو بگذرونین، واقعا من به همه توصیه میکنم دوره یکش رو حداقل بگذرونین. خب خیلی دقیقا خیلی فرق داره بدونن تو برای فان اومدی آماتوری یا اینکه حرفه‌ای. حرفه‌ای دیگه میدونن تو این کاره ای، در واقع اصلا این تو وجودته و چندین و چند بار رفتی این همه ساعت پر کردی و میدونن که دیگه اون سایت ها و اون جاها و اون عمق و اون زمان بیشتر و همون چیزی که گفتی، فردی که ساعت کمتری رو گذرونده میدونی که الان با یه تیمی باید بره 20 دقیقه پایین باشه، اون فردی که ساعت بیشتری رو گذرونده میدونی که الان یه ساعت و نیم میخواد بره اون پایین و شخ بزنه کلا سایت ها رو. با این خیلی فرق میکنه دقیقاً. و چیو از قلم انداختی که نگفتی و دوست داری بگی و دوستانم اگر سوالی دارن، من اون باکس علامت سوال الانم کامنتو باز میکنم یا اینکه تو اون باکس بتونی بپرسی، جنبندی اگه بتونی بکنی ممنون میشم. مرسی. چیزی که به قول خود میگه حالا قلم افتاده یا چیزی میتونم فن چیزی که بگم، اگر دوستانی هستن که دوست دارن برن غواصی رو توی ایران امتحان بکنن، من هم اگر خودم باشم که در خدمتشون هستم، اگر خودم نباشم بسیار دوست غواصان خوبی میشناسم که چندین و چند سال اینا معلم غواصی هستن، غواصی تدریس میکنن و بسیار آدمای مورد اطمینانی هستن. چون این خیلی مهمه که شما جایی که میری باش غواصی کنی یه سنتری باشه که واقعا شناخته شده باشه، معتبر باشه، چون خیلی از این سنترها اون حتی اون هوایی که توی تانگ شما میکنن میتونه اون هوا شیمیایی باشه یا اون هوا اصلا درست انجام نشه بشه و همون باعث خیلی راحت جونتو از دست میدی به خاطر اون مسئله. میتونه هوا توش مقدار تاکسی میره چون ماشیناش خواسته باید فیلتر داشته باشه، فیلترش باید مرتب عوض بشه. در نتیجه واقعا باید جایی برین که معتبر باشه. من توی قشم و کیش میتونم آقای محسن، آقای میلاد محسن نژاد که ایشون هم صفحه اینستاگرام داره، اگه کسی واقعا دوستش بودم در تماس بذارمش. یکی هم توی چابهار آقای نایب پور که ما رفتیم کلبه غواصی دا، فکر میکنم تنها قلبه کلبه تنها کلبه غواصی بود توی چابهار که ما رفتیم اونجا غواصی کردیم، اونم خیلی خوب بود. کسی میره چابهار میخواد غواصی امتحان کنه، اونجا رو هم بهشون پیشنهاد میدم. در نهایت خودت چند ماه دیگه، چند وقت دیگه داریم میریم مصر درسته؟ ببین من یاد دیگم 2 هفته دیگه این موقع لایف با من بزن، من رو کشتی مصرم آماده میشم برم نایت دایف. چرا که نه، اگه بتونی زیر آب با ما لایف داشته باشی خیلی خوبه. انشالله اون روز هم خواهد رسید به زودی زود. در واقع میتونم تو عمق 5-6 متر نات پرابلم. آره دیگه گوشیت هم که ضد آب تا اونجا میتونی بری، میکنی توی این برگاری ضد آب در ماشالله تکنولوژی همه چی راحت کرد. توی این برگاری ضد آب که پلاستیک رو میبندی میری زیر آب. آره نتورکت هم اونجا اوکی باشه، کانکشن که دیگه حل حل، چرا که نه. دقیقا پیج عسل رو دنبال کنید، عسل شجاعی، اونجا فیلم هایی که زیر آب گرفته میتونید ببینید. و بچه ها گفتن چرا ما دیر رسیدیم اینجا، تو باکس علامت سوال به من گفتن این لایو من دوره میکنم اصلا خوشگلی نیست جان. میگم من دوره میکنم هیچ مشکلی نیست.
این توی آی دیدم پی دی بین بی سیف میشه. شد چابهار و قش کدومش. ببینید هر کدوم جذابیت خاص خودش رو داره واقعا، و بستگی داره که کجا برین با کی برین. به خاطر اینکه همونجور که گفتم، متاسفانه یه سری از دوستان، چون من حتی خودم که بچه بودم آگاهی رو نداشتم، خیلی راحت بگم با آدمای دیگه هم آدم چیز نمیکنه. منم که بچه بودم میرفتم قش یا کیش، مثلا طرفی که لنچ داشت ما رو میگذر میبرد، مثلا میخواست به مو حال بده، لنگره رو مینداخت یه مرجان میکشید بالا، میداد دستم و میگفت بفرمه، ما کلی ذوق میگرفت. وای چه خوشگله، موقع علمش رو نداشتم، الان میفهمم چه ضرری داریم میزنیم. و الان که دارن توی تلویزیون میگن، آدما دارن مرتب میگن و اینا، باز هم همچنان درست یک از دوستان دارن همکاری میکنن، ولی خب خیلی جا واقعا مرجانا مردن و اون سایت ها یکم همچین زیباییش رو از دست دادن. اما واقعیت هر جا شما تونستی برو قواسی کن و واقعا لذت ببر. نمیتونم بگم کدومش از کدوم بهتره، چون یه سری نقاطی در قش هستش که بکرن شما رو با کشتی میبرن اونجا و اونا خیلی زیبا. مثلا من یکی از دوستان هفته تقریبا 2 هفته پیش رفته بود قش، رفتن یه جایی که یه کشتی بودش که ما میگیم رک، من نمیدونم تو فارسی چی میگه، از این کشتی که شکستن زیر آب افتادن، و بعد توی اون کشتی هم چیز دید، خرچنگ دید، همین که اسب ماهی دیدش و چندین ماهی های رنگی که مثلا عکس رو برای من فرستاده، واقعا خیلی زیبا بودن. واسه همین نمیتونم بگم، واقعا هر جا که برین اون زیبایی خاص خودش رو داره و به نظر من هر جا که میتونین برین امتحان کنین، ولی مطمئن باشین که با اون کلوپی که دارین میرین کلوپی قابل اطمینان باشه و خوب باشه. حمید که این سوالو کرد، خودش فراشب هستش. ما فراشب بچه ساعت 10 الی 12 به وقت ایران تو کلاب هاست، کلاب گفتگوهای سفر. اونجا با حمید، با اصل شجاعی، ماکان و فرید که در واقع همه قواس و مربی هستن، حتی حمید مربی نیستش، خودش قواسی میکنه تو کانادا. اونجا در واقع به ساعت 10 تا 12 در خصوص معرفی مقاصد غواصی و اسنورکلینگ در روز جهانی اقیانوسا که فردا باشه 8 جون، اون 2 ساعت هم در واقع در این خصوص صحبت میکنیم، میتونیم اونجا هم در واقع جوینشین. میثم عزیزم میگه یه بار دیگه هم حتما لایک بذارید. حتما من خیلی هم خوشحال شدم. این میخواد دوست دارم من اضافه براتون توضیحات دارم و اصلا ناراحت نباشید. ما الان دقیقا 1 ساعته داریم صحبت میکنیم و امشب خب یه مقداری خلوتتر بود به خاطر یه سری دارن فوتبال میبینن، یه سری این برانبر. اما خب شما که دوست دارین فوتبالتون رو ببینید، این لایف توی آی جی تی وی سیف میشه و فردا پس فردا هم دیگه حد اکثر با توجه به سرعت پایین اینترنت ایران فکر کنم دیگه تا حد اکثر فردا این توی در واقع چنل یوتیوب، اونجا هم تو چنل یوتیوب مسعود رمضانی اونجا آپلود میشه. فدای شما. فکر میکنم دیگه یه سوال دیگه هم اینجا باز بچه ها مطرح کردم، من اینم ببینم که آها نه سوال خاصی نیستش. اگر صحبت پایانی داری لطفا بگو و بچه هم دیگه فکر میکنم اگه سوالی ندارن. متشکرم از همه دوستانی که تو لایف بودن و امیدوارم که لذت برده باشین و اطلاعات کافی گرفته باشین. بازم اگر که اطلاعاتی خواستین حتما حتما در خدمتتون هستم. حتما 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 اگر شده یک بار تو زندگیتون زیرابی برید، یعنی غواصی برید. تو که زیرابی زیاد رفتی. واقعا خیلی لذت بخشه وقتی که فقط زیر آب خودتی، صدای نفس خودت و زیبایی هایی که زیر آب میبینی فوق العاده است. یعنی ما که عشق سفر داریم، باور کن وقتی غواصی میکنی انگار که هر روز انگار تو سفر. اینجا ممکنه سایت یکی باشه، ولی وقتی میری زیرش آدماش متفاوت، یعنی اون ماهی ها متفاوت هست، خیلی فوق العاده است. و اینی که شما پارچه پشت سرت عوض کردی یا همونه؟ نه همونه. همونه.
یه سری برم در واقع هند، یکی دیگه با یه طرح دیگه میارم. ایشالله که قسمت بشه. مرسی که من خیلی چیز جدید یاد گرفتم. قربان شما. صدا قد شد اصلا. یه گفتم بار دیگه لطفا که بگو صدا قد شد. گفتم ایشالله قسمت بشه بیای مصر قبل از اینکه بری هند. چرا که نه، به زودی زود 2 هفته دیگه شما میری مصر و دوستانی که علاقه داشته باشن میتونن جوینشن به در واقع اصل و از شرایطش هم به زودی توی اینستاگرامش میتونین مطلع بشین. و خیلی ممنون که وقتتو گذاشتی، سپاس متشکرم از خودت. مرسی. کلاب هاوس اونجا هم مزاحمت میشیم، میبینمت، فدات بشم، قربونت برم. متشکرم از خودت. خوش. ممنون. درود درود. شب خوب داشته باشی. متشکرم از ذاتت. مرسی از همه. خدا نگهدار. خدا فرق. بدرود. بعده تو شب خوش. خدا نگهدار. قربانه. خدا.